شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به مجموعی از تحلیل و ارزیابی از انتخابات و پیامدهاش از رضا سپیدرودی. سلام میگم به بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر. داشتن یک ارزیابی مقرون به واقعیت در مورد سمت‌گیری‌های پس از انتخابات مستلزم اون هست که تصویر درستی از پیروز شده ها و شکست خورده های این انتخابات، دلایل شکست و پیروزیشون و چشماندازی که در برابرشون قرار دارند داشته باشیم. اگه اینطوری باشه، بدون هیچ تردیدی ائتلاف رقیب اصولگرایان برنده سیاسی انتخابات شد. برنده از چند جهت؟ از این جهت که تونست دو ضلع مثلث جیم شامل یزدی و مصباح رو از مجلس خبرگان بیرون بندازه. خود جنتی هم ظاهرا اونطور که میگن از طریق گاووندی در پشت صحنه تونست به عنوان نفر 16 باقی بمونه. حالا هم خبر اومده البته که بعضی از برنده های لیست 16 نفری تهران رو زیر فشار گذاشتن که کنارگیری بکنن تا بتونن حذف شده ها رو دوباره وارد لیست بکنن، یا وارد در واقع مجلس خبرگان بکنن. در صورت ائتلاف رفسنجانی از این جهت هم برنده شد که تو تهران تمام لیست ائتلاف رو تونست وارد مجلس کنه، طوری که سرلیست جناح اصولگرا یعنی حداد عادل 31 شد و نتونست وارد مجلس بشه. اصلاح طلبان تونستن با وجود مهندسی شدید انتخاباتی در مرحله گزینش آرای قابل توجه مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشن. این پیروزی محصول تداخل سر میکرد بود. اول اینکه اصلاح طلبان هرچی بیشتر به سمت اعتدالی ها یعنی جناح رفسنجانی چرخیدن، یعنی بیشتر به سمت راست رفتن، هم از نظر شعارها رفتن، هم از نظر خواستها، هم شیوه بازی سیاسی، هم هدفهایی که در باب خودش گذاشتن. این چرخش تا حدی بوده که الان بعضی از تحلیلگران میگن باید یه فکری برای اصطلاح اصلاح طلب کرد، چون اینایی که الان رفتن مجلس خیلی بقایای کمرنگی از اون چیزی که زمان خاتمی بهشون میگفتن اصلاح طلب توشون مونده. جناح رفسنجانی در این حال که سه تن از نفرت انگیزترین مورهای جناح اصولگرا رو به عنوان سیبل رأی سلبی جلوی مردم گذاشت و از این طریق سعی کرد پایین رو برای وارد شدن و کشیده زدن به مهرهای برجسته بارگاه ولیفری تحریک کنه و رأیشون رو بگیره، وارد ائتلاف با بخشهای وسیعی از نیروهای اصولگرا و مخصوصا روحانیون سنتی شد. مثلا بخش خیلی مهمی از لیست رفسنجانی و خبرگان با لیست جامعه‌تین می‌دونیم که مشترک بود. در آخرین روز شبکه‌های سبز هم به این ائتلاف پیوستن و اعلام شد که هم میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و هم کروبی می‌خوان رأی بدن. رویکرد سوم مشارکت فعالانه دستگاه‌های تبلیغاتی جناح اصولگرا به سرکردگی خود خامنه‌ای در قطبی کردن فضا از طریق کانونی کردن به اصطلاح مداخله انگلیس و حمله به نفوذیات و انتخابات بود. نگاهی به دو هفته منتهی به انتخابات نشون میده که جناح اصولگرا چوب هدایت ارکستر در حمله تبلیغاتی به ائتلاف رقیب رو داده بود دست خود آقای رهبر. خامنه ای اومد و حمله تندی به مداخله انگلیس در انتخابات کرد و رسانه های اصولگرا هم افتادن دنبال حرف خامنه ای. اون ماجراهای چلو خرشت سفارت انگلیس رو نبشه غرب کردن. رهبر یک حمله فجیعی کرد، شدیدی کرد به نفوذی‌ها، مثلا حمله به نفوذی‌ها رو شدت داد و تاکید کرد که یک مجلسی میخواد که از هارت و پورت‌های خودش در مقابل استخبار جهانی تبعیت بکنه، نه اینکه دنبال جناح نفوذی باشه. بعد همین رو رسانه‌های طیف اصولگرا دستمایی حمله تبلیغاتی به ائتلاف رفسنجانی کردند. خامنه‌ای یه واکنش خیلی شدید منفی هم به تاکتیک جناح رفسنجانی در زدن مثلث جیم نشون داد و به قدری سرسداش در اومد که چرت افکار عمومی پاره شد و تحریک شد افکار عمومی که به شیوه سنگ مفت گنجش مفت بریزن حداقل یکی دو تا از این به اصطلاح آدم های دوربر به اصطلاح خامنه ای رو، اینا رو، این دایناسورای دوربر آقا رو بچینن. خامنه ای خودش خیلی دیر متوجه خطای مهلک سیاسی خودش شد. او در واقع ناخواسته در ائتلاف منفی با جناح رفسنجانی و روحانی قرار گرفت و به سود اونا مردم رو تحریک کرد که بیان و یه توفی تو صورتش بندازن و دو تا از دایناسورهای بارگاهشون رو دراز کنن، بارگاه خودش رو دراز کنن. خامنه‌ای در انتخابات، توی این انتخابات خیلی جلوی صحنه اومد و اون حد اقلهای در واقع اون ظواهر بازی های فراجنایی رو به عنوان ولی فقیه و اینا کنار گذاشت. مثلا ولی فقیه که با دو تا بال جناح در واقع
دو طرفش هست، اینا رو گذاشت کنار. خیلی گاوهای بزرگی هم داد که تو قطبی کردن فضا تاثیرگذار بود. یه وقتی که متوجه شد داره فضا رو شدیداً قطبی میکنه، بلافاصله علیه قطبی شدن فضای انتخابات هشدار داد. ولی جالب که حتی در همونجا هم باز از حزب الله و چمادارهای خودش دفاع کرد. در صورت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده، تحریک مردم به مداخله کم هزینه از طریق رأی سلبی، بهره برداری از اشتباهات جناح رقیب و مهمتر از همه بیزاری شدید مردم از اصولگراها و سیاستهاشون، دلایل موفقیت ائتلاف رفسنجانی در انتخابات هفته اسفند بود. از اون طرف مهمه تاکید بشه که همین دلایل بخشی از دلایل شکست دستگاه ولایت و جناح اصولگرا هم بود. البته مردم راستش دلایل پاییتری هم برای دسترد زدن به سینه این مستبدین تبهکار داشتن. مردم میدونن که برباد دادن میلیاردها دلار سرمایه کشور در قمار هستی سیاست اصولگراها بود. کشوندن ایران به لبه پرتگاه هستی سیاست خامنه‌ای بود. مردم شاهدن در خاورمیانه ای که توش خونریزی وحشتناکی جریان داره و جنگ های نیابتی بحران های سیاسی خطرناکی رو پدید میاره، نظیر رویارویی ترکیه با روسیه یا درگیری نظامی ترکیه با کردها در داخل ترکیه و خاک سوریه، اصولگراها و دستگاه ولایت استعداد ماجراجوی های خطرناکی نظیر حمله به سفارت عربستان در تهران رو دارن. مردم شاهدن که رهبر رژیم جمهوری اسلامی با وجود سرکشیدن جام زهر توافق هستی باز از رو نمیره و همه تلاشو گذاشته که مدیریت هر نوع رابطه با آمریکا رو به دست بگیره و با اینکه تا الان خطرناکترین نفوذی‌ها، فاسدترین غارتگرها و جنایتکارترین مورهای امنیتی همه از زیر بالپر همین دستگاه ولایت و از درون مهره‌های مورد حمایت همین دستگاه بیرون اومدن، ماجرای نفوذی‌ها رو باد می‌زنه که مدیریت رابطه با غرب در دوره پسابرجام رو به دست بگیره و نقش دلارهای مثل رفسنجانی و روحانی رو که مورد وثوق غرب هستن محدود کنه. در زمینه داخلی هم خوب مردم میدونن که اینها در واقع مبلغان اصلی اقتصاد ریاضتی شدید تحت عنوان به اصطلاح اقتصاد مقاومتی هستند. اقتصادی که برای مردم معناش اینه که باید اشکنی پیاز داغ بخورن و شاهد باشن که چطور سرمایه های نجومی به دست ایادی همین دستگاه ظلم وارد میشه. انتخابات هفته اسفند برای بخشی از رای دهندگان، اون بخشی که رای سلبی داد، فرصتی بود تا با سیاست هایی که ایران رو دوباره به لبه پرتگاه میکشه مخالفت کنند. در بحث پیروزی و شکست البته مهم اشاره بشه که هفته اسفند با اینکه پیروزی سیاسی ائتلاف رفسنجانی به شکست سیاسی جناح اصولگرا بود، ولی پیروزی ائتلاف رفسنجانی معناش به دست آوردن اکثریت مجلس دهم نیست. معناش به دست آوردن موقعیت فرادست در مجلس خبرگان هم نیست. البته آدم های جناح خامنه‌ای که رفسنجانی از طریق گذاشتنشون تو لیست خودش یه جوری نمکگیرشون هم کرده، ممکنه بعدم بعضی جا ضربه گیرش بشن، ولی تعادل قوا در این دو مجلس نقدن به نفع ائتلاف رفسنجانی نیست و اونا اکثریت ندارن. الان بحث اینه که دو فرکسیون در مجلس بعدی تشکیل میشه یا سه فرکسیون، یعنی عناصری از اصولگرایان به اصطلاح معتدل جدا بشن و فراکسیون سومی در حد واسط اصولگرایان و ائتلاف رفسنجانی تشکیل بدن، یا اینکه نه دو تا فراکسیون بشن. به هر حال با فروکش تدریجی فضای قطبی در بعد از انتخابات، اون رقابت ها، خصومت ها و کشمکش ها به نظر میاد که حول سه محور کنترل رابطه سیاسی، رابطه اقتصادی و مراودات فرهنگی امتداد پیدا بکنه. خطی که تونست آرای سلبی رو تو هفته اسفند نصیبش کنه، خط دلالان رابطه با آمریکاست که از طریق پهن کردن فرش قرمز زیر پای سرمایه خارجی و کنار اومدن با کت خدای جهان میخواد کسب و کار رو در داخل کشور بهبود بده. این خط با وجود فشار سنگین و بیرحمانی که بر طبقه کارگر و زحمتکشان وارد میکنه، برای موندن خودش در صحنه سیاست ناگزیر هست به تنظیم رابطه جدید میان بخش‌های مختلف قدرت اقتصادی. طرح مالیات گیری از آستانهای مقدس یکی از طرح‌های این حوزه تنظیم رابطه است و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، یعنی تعاونی‌های مافیایی اعتبار
که سرنخشون به پولهای خونالود و کثیف وصله و در واقع مال برادران قاچاقچی سپاه هم هست بیشتر یا به حساب برنشستگان صوفی ولایت، این هم یه عوضی دیگه است. حدی از تسامح برای وارد کردن کالاهای فرهنگی غربی و مخصوصا برندهای محبوب نسل جدید یا طرح‌های برای گسترش توریسم و گردشگری به عنوان جایگزین برای نفت ارزان فعلی یا کل مسائل مربوط به قدرت و ذریب و نفوذ اینترنت در ایران از جمله این شکاف ها هستند که در مورد صحبت کردم. خامنه ای در پیامش به مناسبت روشن شدن نتیجه انتخابات ضمن اینکه تلاش کرد آرای ریخته شده رو به عنوان رأی به مشروعیت نظام مصادره کنه، رو نکاتی انگشت گذاشت که نشون میده در برابر ائتلاف رفسنجانی قصد عقب نشینی داره. خامنه ای گفته پیشرفت سوری و منهای استقلال و عزت ملی پذیرفته نیست. گفته که پیشرفتی که معناش این باشه که آدم بره توی هاضمه استکبار جهانی حل بشه، این قابل قبول نیست. و گفته که مثلا حفظ عزت و هویت ملی جز با پیشرفت همه جانبه و درونزا، اون درونزاش مهمه که گفته، در واقع همون اقتصاد معاملاتی رو میخواد بگید، دست نیافتنی نیست. و باز گفته که مجلس آینده در این باره، یعنی در باره این اموری که خودش گفته، وظایف سنگینی داره، اون این سرفصا در واقع وظایف سنگینی بر عهده داره. همه این حرفای خامنه‌ای معناش چیه؟ اعلام کرده سیاست مجلس و عدنان بر خودش تعیین کرده، معناش احتمالاً اعلام جنگه و اعلام جنگ به جنای دیگه است در واقع، جنایی که توی این انتخابات از لحاظ سیاسی بنده شد. اگه سیر رویدادها این احتمال رو تایید کنه، اون وقت رویاروی جناها در آینده نزدیک به منظری فرصتی هست تا ضربه ای که مردم در همین انتخابات به دستگاه ولایت فرهنگی زدن به قدرتی بزرگتر و سازمان یافته تر تبدیل بشه، فرصتی برای پیشروی بیشتر بشه. برعکس اگه به زودی تصفیه حساب ها شروع نشه، روشن بشه که دستگاه ولایت داره یواشکی شکستش رو میپذیره، اون وقت دیگه این هیچ معنی نداره مگر اینکه اون هستی سفت سرکوب نفسش به شما رو افتاده. چیزی که خب خودش چیه؟ علامت مناسب بودن زمان برای پیشروی مردم هست. جالب این انتخابات رو بعد از انتخابات به روشن شدن نتایج آرای تهران شاهد بودیم. اصولگراهای شکست خورده حتاک هرچی شایسته خودشون بود به کسانی که رأی سلبی دادن گفتن. حتی وقتی خواستن مثلا خیلی طبقاتی یا علمی تحلیل بکنن، شکست خورد کننده شون در هر دو انتخابات رو با وجود اون مهندسی شدیدشون تو مرحله اول وصل کردن به چی؟ به سبک زندگی طبقه متوسط جدید در تهران، به اینکه مطالبات این بخش جمعیت شبه روشن فکران است، به اینکه توقعشون بالاتره، به اینکه گویا برخلاف شهرستانی ها دغدغه کمتری نسبت به معیشت و اشتغال دارن و بیشتر مثلشون برخورداری از آزادی های اجتماعی. لایه به اصطلاح تحلیلی دستگاه‌های امنیتی و نظامی که وظیفش توجیه پذیر کردن فحاشی و بددهنی به مردم تهران به خاطر رأی ندادنشون به اصولگرایان و آدم‌های خامنه‌ای هست، ضمن متهم کردن مردم تهران به بی‌توجهی نسبت به مسائل معیشتی و اشتغال و رفاه عامه، از جوانان رأی اولی و زنان به عنوان پیشخراولان تحول در ادراک هویتی و فرهنگی نام می‌برند که برخورداری از آزادی های اجتماعی رو بر معیشت و اشتغال ترجیح میدن. این ادبیات نفرت از مطالبات آزادی خواهانی مردم تهران خیلی روشن ذات ارتجایی اصولگرایان و ذوب شدگان دستگاه ولایت و نظامیان و امنیتی های جنایتکار دوربر این دستگاه و کیره پایان ناپذیرشون نسبت به آزادی های اجتماعی رو بعد از انتخابات رو میکنه، به سر میکشه، در معرض نمایش افکار عمومی قرار میده.
غافل از این که حتی اگه فرض کنیم که تحلیلشون از علت ریزش شدید آراشون در تهران درست باشه، آزادی خواهی تهرانی ها نقطه ضعف تهرانی ها نیست، نقطه قوتشونه. اونایی که پذیرای آزادی های اجتماعی و حقوق شهروندی نباشن هرگز نمیتونن از معیشت و رفاه عمومی هم حمایت کنن، برای اینکه در شرایط تأمین برابری در آزادی هست که میشه خیلی بهتر و پاییتر برای مطالبات معیشتی و رفاهی پیگیر و سازمایافت مبارزه کرد. از این منظر درست برخلاف حتاکان و واپسگراهای تاریکندیش، گرایش مردم تهران به آزادی های اجتماعی نقطه امیدی نورانی در مبارزه و استبداد تاریکندیش است. دغدغه آزادی های اجتماعی داشتن نه تنها مستوجب سرزنش نیست که شایسته حمایت همه جانبه است. واقعیت اینه که بر شکاف میان مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی فقط موقعی میشه پل زد که بر فصل مشترک های این دو جریان بزرگ تحول ساز متمرکز شده در جامعه ما. ما جامعه‌ای میخوایم که توش حق شهروندی به رسمیت شناخته بشه، حداقل همه در برابر قانون یکسان باشن، نه اینکه فرمان روا برتر از قانون باشه. حق انتخاب به رسمیت شناخته شده باشه، هیچ کس حق دخالت در زندگی شخصی افراد رو نداشته باشه، آزادی پوشش تامین باشه، جامعه‌ای که از آزادی بیان، عقیده، تشکل، تحزب محروم باشه نمیتونه برای دستمزد شایسته، سرپناه، شغل مناسب و تامین اجتماعی هم مبارزه موثری صورت بده. دفاع کامل و پیگیر از آزادی ها و حقوق شهروندی بیش از همه باید دغدغه جریان چپ رادیکال باشه که خلاصی از استبداد سیاه مذهبی حاکم رو در گروه به هم پیوستن دو جریان بزرگ پیکار برای آزادی و پیکار برای نان میبینه. نکته مهم و قابل توجه دیگری که پس از هفته اسفند مطرح شده نقش شبکه‌های اجتماعی است. هر نظری که درباره حضور رأی سلبی و نقش و جایگاه این رأی سلبی در انتخابات هفته اسفند داشته باشیم، بعد از انتخابات روشن شده که شبکه‌های موبایلی نقش خیلی موثری در به صحنه کشوندن بخشی از مردم برای اعلام و مخالفتشون با ولایت فقیه و دادن رأی سلبی داشتند. به همین دلیل یکی از کانونهای مهم فشارهای پشت پرده از کار انداختن شبکه های اجتماعی و قطع اینترنت در آستانه انتخابات و در جریان انتخابات بوده تا شبکه ها نتونن افکار عمومی رو تحت تاثیر بگیرن. البته با همه فشار هم نتونستن جلوی جریان تبادل اطلاعات و افکار آرا رو از طریق شبکه های مثل فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام یا شبکه های دیگه بگیرن. منتها اینجا هم شاهد نابرابری آشکاری بودیم. اون نابرابری آشکار همین الان هم هست، یعنی شاهد این نابرابری آشکار هنوز هم هستیم. واقعیت این بود که نیروها و گرایش هایی که خواستار تغییرات اساسی و رادیکال نبودند و نیستند از شبکه های اجتماعی خیلی قدرتمندتری برخوردارند. نیروهایی که چنین تغییراتی رو میخوان از نفوذ و قدرت قابل توجهی در شبکه های اجتماعی برخوردار نیستند. واقعیت اینه که هرقدر از دامنه این عدم توازن بیشتر کاسته بشه، ظرفیت های بیشتری آزاد میشه و تولیدات بازار مجازی افکار و عقاید متنوع‌تر میشه. در شرایطی که استبداد
در برابر هر سطح از سازماندهی مخالفان به شدت حساس باش برخورد میکنه، برخورد امنیتی صورت میده. سازمانیابی شبکه‌ای مخصوصا در حوزه تبادل افکار و اطلاعات روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه. این شبکه ها میشه اینجوری بگیم این شبکه ها اومدن که بمونن و کار زیادی هم از دست دستگاه سرکوب سانسورش بر نمیاد. طرح‌های سانسور هوشمند هم محکوم شده. انتخابات هفته اسفند یه بار دیگه بر نقش سازمانگر شبکه‌های اجتماعی در بزنگاه‌های حساس مهر تایید زد. علائم و قرائن زیادی نشون میده که دوری بعد از انتخابات با کشمکش‌های تازه‌ای بر سر قدرت میان گروه‌بندی‌های مختلف حکومتی همراهه. تو فضایی که هر حادثه یا برانگیختگی میتونه آبستن انفجاری اجتماعی باشه، حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به یک الزام مهم برای کنشگری هدفمند و ایفای نقش در متن حوادث تبدیل شده.